به نام خدا و سلام بر شما بیننده بخش دوم آخری خط بگونه گونه زنده از نور هستید منطقه خواندن جنگ افغانستان از سوی وزارت امور داخله تاج محمد جاهد وزیر امور داخله میگوید کشورهای منطقه تلاش دارند تا از طریق جنگ در افغانستان به منافع اقتصادی و استراتژی خود دست یابند در همین حال قرار است که واشنگتن و مسکو پیرامون مسائل افغانستان نشست مشترک را در روزهای نزدیک برگزار کنند این در حالی است که چهار چهار دور نشست های چهار جانبه با حضور نمایندگان کشورهای چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان در کابل و اسلام آباد برگزار شد تا مسیر گفتگوهای سال با طالبان مشخص شود. با این حال آیا انتظار کشیدن از حضور طالبان به میز گفتگوهای سال انتظار درستی خواهد بود؟ بررسی میکنیم این موضوع را با حضور میمونان گرامی آقایان محمد اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان و برنا صالحی کارشناسی سیاسی. میمانان گرامی به بحث خیلی خوش آمدید آقای اخلاقی با شما آغاز میکنیم تیدا در مورد خیلی وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکمه است وضعیت امنیتی و اینکه حکومت افغانستان هیچ برنامه برای تامین امنیت شهروندان افغانستان نداره و هر روز ما شاهد کشتارهای جوی در افغانستان توسط حملات انتحاری و درگیری های مسلحانه در افغانستان هستیم توضیح بدید که وضعیت واقعا در چی وضعیت قرار داره افغانستان فعلا با سلام به شما مهمانی محترم شاید در بحث و بیندائی برنامه تون اجازه بیدین فاجعه در که امروز اتفاق افتاد حمله ترورستی و ناجان مردانی امروز که باعثی به شهادت رسیدن تعداد شهروندانی ما و شما گردید ای را به شدت محکم و برای خانواده هایی که داغدیده شدن بر از اینا میکنیم و برای کسایی که جراحت برداشتند هم شفای آجیل خواهان استیم بله امود که شما کردین متاسفانه وضعیت امنیتی در افغانستان به جایزی که بهتر شده بره روز به روز وضعیت بدتر شده میره ما شاهد سقوط دند غوری بودیم و همینطور جنگ های شدیدی که در قندوز ادامه داره حمله انتحاری که امروز باعث به شاد رستن بیش از 25 تا شهروندان گردید اینا همگی نشان عزیز که مخالفین و دشمنان مردم افغانستان هیچ گونه تمایل و گرایشی به نشستن در پای میز مذاکره نیستن و با صلح و ثبات اینا همچنان مصمم هستند که ناامنی و وحشت و ترور روز به روز افزایش بده متاسفانه دولت و حکومت وحدت ملی هم برنامه جدی یا یک مکانیزم دقیق یک پالیسی که بیتونه بر مبنای از او برای آوردن صلح و تلاش بکنه و بر او با دشمنان بجنگ نداره متاسفانه حکومت افغانستان رئیس جمهور یک ساعت پیش از حمله ای که امروز در کابل اتفاق افتاد یعنی دیشب اعضای مجلس نمایندگان افغانستان و اعضای مجلس سنا و تعدادی از اعضای کابینه افغانستان به ریاست جمهوری دعوت کرده بود تا در مورد وضعیت امنیتی گفتگو کنند و اینکه گفتگوهای سال دولت افغانستان که تا اینجا با چی چی داشته را به گفتگو بگیرن و به بحث بگیرن گزارش هایی که از داخل نشست درس کرده که اعضای مجلس بیرون کردن رئیس جمهور گفته دیگه با طالبان گفتگو نمیکنه و نشست های چار جانبه را هم تحریم کرده فکر میکنید تحریم نشست های چار جانبه که آمریکا و چین در این نشست ها حضور دارن و همچنان پاکستان چقدر میتونه واقع باشه در شرایط فعلی با طالبان و چقدر میتونه به این یک نقطه فشار در برابر طالبان استفاده شد از این البته در ما. نشستی که در شب گذشته در ارک صورت گرفت از تمام اعضای شورای ملی رئیس جمهور خواسته بود که در اینجا حضور پیدا کنه ما خودم البته حضور نداشتیم بحث را هایی که شده در اینجا روی دو موضوع بوده یکی هماهنگی ها و همکاری هایی که بین قوای سگانه به خصوص بین دو قوه مقننه و مجری صحبت شده بحث دوم بحث, دو بحث مسائل امنیتی و گفتگوهای صلح بله شما گفتیم رئیس جمهور گفتن که ما انتظار داشتیم که در نشست هایی که نشست های چهار جانبه به نتیجه برسه و طالبا حاضر شود که در پای میز مذاکره بشینه ولی این نشست ها چون هیچ نو نتیجه نداد دیگه ما به ادامه از این نشست ها امیدوار نیستیم و ما خاطر ما دیگه نخواستیم که نشست ها ادامه پیدا بکنه و ما با کسانی که اینا با خونریزی مردم با ترور با وحشت اینا در واقع رو آوردن با اینا سر سازش نداریم با اینا می میگه پا رو گفته خب که پا گه پای است خوب وقتی در عمل میتونه حکومت وحدت ملی و جناب رئیس جمهور ایره به مردم به اثبات برسانه که واقعا در برابر ای 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 دشمن دشمنان به صورت جدی به مبارزه برخیزه امروز شما میدونید که ما نیروهای امنیتی ما نیروهای نظامی ما این توان را داره که در برابر دشمن استاد شد و اونا سرکوب بکنه اما متاسفانه به اون صورت که باید دست از اونا باز باشه باز نبودن اما اوناهایش ما دیدیم در شمال وقتی جنگ های به میان می آمد. وقتی یک کسی که ای با جدیت با دشمن مبارزه میکنه میرفت یکی دو روز اونجا میموند پس خواسته میشد که نباید شما اونجا بیمانید چون میترسیدن که خب اینا بیشتر حالا دولت افغانستان این ای ای زفا کنم که یک کسی در فیسبوک نوشته بود که حمله تروریستی که امروز صورت گرفت، انتظاری میرفت که حکومت و حتیت ملی چند تا عکس العمل نشان در دا برابرش یکی این که به عنوان یک عکس العمل قطع رابطه کنه با پاکستان چون بسیار واضح و روشن است که پشت از این فعالیت ها دست پاکستان دراز در است و دومی که حداقل حد یک تعداد از کسایی که اینا در امیر خم حمله ها و عملیات های تروریستی اینا دستگیر شدن فعلا در زندان و فورا اعدام میکردن اینا عکس العملای بود یا حداقل حد اگر مس کشورهای دیگه می بود باید بعضی از نیروهای امنیتی ما که توانه نداره یا نتانستن باید مسئولین استفاده میداد خب اما در برابر این رقم عملها فقط ما شاهد یک بیانیه و شاهد یک اطلاعی از جانبی برگستیم که محکوم میکنه این مگه یک ای کار دشمنان قسم خورده یفانستان ای این همه می نیاز به چی نداره نیاز به از نداره که ما به این بیانیه بدیم به هر صورت حکومت متاسفانه ما بارها و بارها صحبت کردیم که صلح با این اطاف پذیری و با خواهش و تضرع و زاری هیچ وقت تامین نمیشه ما هر چقدر بیاییم از دشمنان قسم خورده افغانستان با تضرع و زاری بخوایم که در پای میز مذاکره چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود صلح وقت میه که دشمن معیوش است دشمن میدانه که ما دیگه بن بس قرار گرفتیم ما نمیتوانیم حالا این تحریم ها چقدر میتونه به دشمن معیوس بسازه که تحریمی که نشست های چهار جانبه تحریم شده و به نوعی یک اشدار از برای طالبا که یعنی ما در برابر شما استادی میکنیم تحریم ها هیچ م... من فکر نکنم که کدام تاثیر خاص داشته باشد تاثیر خاص وقتی داره که عملا واردی در واقع معرکه شود و وارد عمل شود حکومت وحدت ملی با که ما در اجلاس دیگه شرکت نمی کنیم چی میتونه فشاری و بالای طالبا داشته باشه یا چی در واقع تهدید بالای طالب باشه وقتی میتونه از سر طالبا فشار آورده شود که از جانب حکومت فشار جدی در امر مبارزه و در امر سرکوب کردن بازی دشمنا تصمیم گرفته شود سپس دارم آقای صالحی حالا حکومت افغانستان نشست های چهار جانبه را به قول رئیس جمهور تحریم کرده و دیگر در این نشست ها شرکت نمیکنه دلیلش همین بوده که آنچه که به عنوان برایند از این نشست ها وجود داشته هیچ بوده و دولت افغانستان ظاهرا دستاوردی نداشته و طالبان نه به وعده عمل کردن و نه هم پاکستان آنچه که به دولت افغانستان وعده سپرده بود اما پرسش اینجاست که وقتی دولت افغانستان اراده قاطی برای سرکوبی حراس افغانان و طالبان در افغانستان نداره و از طرفی هم گفتگوهای صلح پشت میکنه به گفتگوهای صلح و تحریمش میکنه بدلی که حکومت افغانستان داره برای اینکه تضمینی امنیت بکنه شهروندان افغانستان چیست بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و مهمان گرامی سلام عرض میکنم به توربیننده های محترم تلویزیون نور ببینید مسئله امنیت در افغانستان هم یک نیاز او اولیه مردم افغانستان بوده د تقریباً 13 سال گذشته وبا خصوص وا هم یکي از مشكلات جدي فراروي دولت و ملت در افغانستان بوده كه هيچګو دولت افغانستان نه تونسته اقامت خود را راست وکنه او همیشه مشکل امنیتی داشته و این مشکل امنیتی در بخش‌ها و زمین‌ها و ساحات مختلف دولت و مردم افغانستان در فعالیت شب چالش می‌کشیده امروز وقت ما از مسئله صلح و ای که تحریم کرده دولت افغانستان صحبت می‌کنیم و یا از مسئله ای که چرا دولت افغانستان با قاطعیت در برابر مخالفین نمی‌جنگه من فکر می‌کنم ما هم ظاهر قضیه را می‌بینیم ما نظر ما لایه های پیچاپیچ پیرامون ای جنگ سل در افغانستان وجود داره در افغانستان در بحث سل و چی هست؟ ظاهر قضیه همی است که ما در برابر طالبان می جنگیم ظاهر قضیه ای است که ما یک ولسوالی را دست می تیم باز دوباره از پیش طالبان می گیریم ظاهر قضیه ای است که طالبان یک جریان یا یک گروهی هستند که از آدرس تنها پاکستان یا در, م... در خط مقاصد پاکستان میاند در افغانستان به ثباتی ایجاد میکنند و دایر قضیه ای است که دولت افغانستان نمیخواه گاهی با جریان های مخالف و خصوص طالب به صورت قاطع تصمیم میگیره و به جنگم. اما من فکر میکنم که اصل قضیه ای است که دولت افغانستان یک تصمیم, گیرنده تنها در مسئله صلح و جنگ نیست یک مشکل بسیار جدی است در سطح منطقه رقابت پاکستان و هندستان در مسئله شعلهورتر شدن بیشتر جنگ در افغانستان و همونطور به ثمر ننشستن پروسه صلح یا نشستهای چهارجانبه که در گذشته بود نقش بسیار موثر و کلان داشته و اصل قضیه ای است که علا رغم این که گفته میشه جامعه بین المللی همه متفق القول است که در افغانستان صلح آورده شده و نقطه پایان گذاشته شده به جنگ در افغانستان باز میبینیم که دو قدرت برتر در نظام بین الملل که ایالات متحده آمریکا و روسیه باشند اینا در سیاست های اعمالی در مسئله صلح در افغانستان یا جنگ در افغانستان توافق نظر ندارند همین روزی که ما در قندوز وقتی جنگ را داریم میان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از او طرف طالبان ده تصورشان به ای است که خب با توجه به اینکه دولت ایالات متحده امریکا افغانستان و نیروهای جنگی افغانستان را در برابر طالبان حمایت میکنه حمایت کرده از طرف هم بسیار کم علاقه نیست به ای که طالب ها زمینه پیدا بکنند به ای که اگر بتانند او طرف دریای آمور مورد تهدید قرار بتن و در آز مدت بتانن حتی بر روسیه در دستر ایجاد ای گپای است که خب مضاف بر رقابت ها و تنشای استخباراتی در منطقه که باز مسئله ایران هم شامل میشه در کل به شکل است که ما اما توقعی را که از دولت افغانستان به تنهایی داریم متاسفانه ای را در یک جای به چالش مواجه میکنه یعنی ما من حیث افغانستان اگر بیایم کل توقعات ما سر حکومت وحدت ملی و رهبران حکومت وحدت ملی در شرایطی که در شرایطی که هم از نظر ساختاری مشکل دارن هم از نظر مشروعیت مشکل دارن هم از نظر توان رهبری کردن افغانستان در سطح کلان چه امنیتی چه اقتصادی چه مشکل دارن این بسیار به نظر من منطقی نیست وزارت داخل افغانستان اعلام کرده که جنگ افغانستان جنگ در افغانستان جنگ طالبان در افغانستان بیشتر جوانی به منطقه‌ای و بیرون از افغانستان دارند. در حالی که بسیاری ها معتقدند که طالبان برای افغانستان می جنگند و جنگ طالبان با دولت افغانستان یک جنگی است که محدود به دولت افغانستان و طالبان است و بر سر بحث های خاصی در داخل افغانستان می جنگند. می‌کنید میکنید این واکنش وزارت داخله واقعاً چقدر واقع بینانه است؟ اگر چنین است دولت افغانستان چی اقدامات می داشته باشد؟ ببینید در یه نیست اگر جنگ افغانستان منحصر به خود افغان ها می شود تا امروز که 13 سال از این جنگ به خصوص در مرحله نوین افغانستان می یک طرفه می شود. یا طالب یا دولت موجود ولی تور نیست همونطور قبلا خدمتتان ارز کردم جنگ افغانستان بود منطقه و فرامنطقه داره ای که وزیر داخله افغانستان گفته خواهی به هیچ کسی پوشیده و پنهان نیست مشکل اساسی ای است که تصمیم گیرنده اصلیه که او توانایی لازم برای قطع جنگ در افغانستان یا رسیدن به صلح در دا افغانستان داشته باشه دولت افغانستان نیست یا در کل مردم افغانستان نیستند مشکل اساسی از اینجا شروع میشه شما وقتی میبینید که نیروهای افغان نیروهای دفاعی و نیروهای امنیتی افغانستان عاشقانه و صادقانه در برابر مخالفین مسله افغانستان میجنگند و با وجود او هم می بینیم که توان از یا کفایت نمیکنه برای از که یک گولسوالی را که دو سال است در اقل همین مسئله دندغوری و شهاب دین که در ولایت بغلان حسابش یک سره شود می بینیم که طالبها ها حمایه خارج از افغانستان به قوت دارن و پیدا کردن شما بینید در سالهای گذشته هیچ وقت ما در نیروهای جنگی مخالفین این توان ای استعداد را نمیدیدیم و نداشتیم که اینا حمله بکنن یا تعرض از جانب از او باشه یا ابتکار عمل از جانب از او باشه ولی متاسفانه در دو سال پسین وقتی حکومت وحدت ملی به وجود می و یک قندس سقوط میکنه اینا ای جرأت و برنامه را در خودشان متاسفانه پیدا میکنن که در ده جبهه در ده ولایت و در ده ها جبهه همزمان سازمان یافته به هجوم مبادرت بکنن و رو بیارن این توانایی را داشته باشن این امکانات را داشته باشن و این روحیه را داشته باشن این خودش میرسانه که این جنگ جنگ تنها افغانی چی نیست و طالبها تنها نیروی افغانی نیستن که در برابر نیروی افغانی که دولت افغانستان باشه میجنگن حمایت میشن از پاکستان حمایت میشن از کشورهای دیگه حمایت میشن و شاید هم کشورهایی که افغانستان را و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را حمایت میکنن به نحوی در جای چانس و فرصت میتن بر طالبان بیشتر پیش گزارش های نشر شد که روسیه به نحوی از طالبان در برابر داعش حمایت میکنه تا بتونه در روزی که اگر داعش در افغانستان به قدرت پیدا بکنه از طالبان استفاده بکنه حالا قرار است در 20 ماه اپریل امسال که ماه جاری است آمریکا و روسیه نشست مشترک را پیرامون مسائل امنیتی افغانستان برگزار کنند فکر میکنید این به نحوی این نزدیک شدن روسیه و آمریکا در خصوص مسائل افغانستان به نحوی میتواند چالش های فراروی افغانستان را به نحوی فروکش کنه Uh, ببینید در سال 2001 وقتی که ایالات متحده امریکا به افغانستان لشکر کشی کرد یک اجماع بین المللی را به وجود آورد از آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد و روسیه هم یکی از کشورهایی بود که به دنبال سیاست ایالات متحده امریکا آمد در قضیه افغانستان و بسیار علاقمندی جدی روسا نداشتند که به صورت مستقیم وارد قضایه افغانستان شوند اما به مرور وقت دیده شد که ایالات متحده امریکا در صدد ازی است که روسا را از آدرس افغانستان و اروپای شرقی و اوکراین محصور بکنه روسا علاقه گرفتن به ای که اینا خارج از مرزها و از ساحه نفوذ قلم روشان وارد شدن و ایالات متحده ای امریکا را به این تکتازی در کل نظام بین الملل و در او جایی که به اصطلاح قلم رو استراتژیک و سنتی روسا محسوب میشد اینا را جلوشانه بگیره و خصوص بعد از مسئله سوریه و بحث های اوکراین روسا آمدن وارد شدن و وارد شدن روسا این را به این شکل نبود که مانند دوران مقاومت وقتی که از ما حمایت میکردن در برابر طالب ها حالا هم بیاین به تنهایی از دولت افغانستان در برابر طالب های مایت بکنن روسا در ای شک این شکی نیست آمدن از یک جانب دولت افغانستان تا او جای حمایت میکنن یا تا او جای رابطه را برقرار میکنن که من حیث دو دولت رابطه ایشان به شکل رابطه دوران جهاد با مجاهدین بر نگرده اما از طرف دیگر این حکم میکنه به قدرت مانند روسا که در برابر یک رقیب قدرتمندی که از آدرس افراتیت و بنیادگرایی میخواهد یا قلم رو از نور محدود بکنه و سیاست هایشان و کندی و چالش مواجه بسازه اونا من از یک بدن زیر نام طالب یا زیر نام هر نیرو و گروه دیگه جنگ های استخباراتی و جنگ های میان قدرت ها و جنگ های نیابتی خود در حال حاضر شاید ممکن نباشه ما با جزیات ای را از پیش او ارگان به کشفی و اطلاعاتی و استخباراتی قدرت ها بگیریم و به خورد رسانه ها و مردم بتیم ولی در درازمدت بعد از تحقیق و بعد از ای که این مسائل ارزش چندان او وقت نداشته باشه اینا روشن میشه و این قطعی است که بدون شک که روس ها در برابر یالات متحده امریکا و پیشروی هایشان از هر گروه از هر جنای و از هر هربه در افغانستان در سوریه در یمن و در لیبی استفاده میکنند حالا اگر چنین باشه چقدر امیدواری میروه که طالبان با نزدیکی روسیه و آمریکا در خصوص مسائل افغانستان طالبان مجبور شوم به میز گفتگوهای سل بیان و دولت رو من کدام علامه ای که او نشان دهنده نزدیکی سیاست روسا و آمریکا یا در قضایای جهانی و خصوص در مسئله افغانستان باشه را نمی بینم ای که نشست و برخواست و کنفرانس و مثلا اعلان موضع به صورت تشریفاتی و سمبولیک و دیپلماتیک صورت میگیره این همیشه وجود داره حتی بین کشورهایی که بسیار رقابتشان تر و تنگتر از این هم هست در بعض مواقع و مسائل چنین یک چیزی نیست هر زمانی که به صورت واقعی ایالات متحده امریکا و روسیه در مسئله جنگ صلح افغانستان و توافق برسند من فکر میکنم مشکل افغانستان عمل میشه سپس دارم. آقای اخلاقی آقای صالحی معتقدند که روی راستی مسئله این که اگر تنها بحث اتفاقات و رخدادها ها را ببینیم این است که دولت افغانستان در برابر این نیروهای طالبان نمی جنگه و اراده قوی برای جنگ نداره حرکت های بیشتر نمایشی میکنه و مسائل دیگری شهروندان افغانستان معتقد هستند و رهبران حکومت افغانستان متهم به حرکت های نمایشی میکنند واقعا چنین است این حرکت ها حرکت های نمایشی است که رهبران حکومت میکنند یا واقعا حکومت افغانستان تصمیم دارد اما توانایی انجام کارهایشان را ندارن اما پیشتر عرض کردم که هم در بود داخلی یعنی در امر مبارزه با دشمنا و طالبان و مخالفین یک پالیسی خاص نداره نگاه کنید در داخل حکومت وحدت ملی شاید هنوز هم یک تعریف دقیق و متفق القولی در ارتباط با دشمن وجود نداشته باشه گرچند که یه واخیر یک مقدار رئیس جمهور هم جدی تر شده است در امر مبارزه با دشمنان و مخالفین اما در چند ماه قبل و حداقل در سال گذشته چنین نبود لذا یک برنامه منسجم و واحدی در ای که دشمن سرکوب بکنه وجود نداشته تا حالا ما امیدوار هستیم که با توجه به اظهارات که در این اواخر رئیس جمهور داشته که یک مقدار اظهارات جدی تر بوده در عمل هم امیر هم جدی عمل بکنه یک واقعیت است که نیروهای امنیتی افغانستان ای توانمندی رو داره هم از نظر کمیتی چند برابر طالبا هست و هم از نظر تجهیزاتی تجهیزات درسته که یک سر تجهیزات پیشرفته در اختیار دشمن هم هست اما تجهیزات پیشرفته داره نیروهای امنیتی خصوص عملیات های شبانه را اگر یک مقدار بیشتر اجازه بده استفاده از دروغ نیروهای هوایی با کمک نیروهای خارجی اگر اینا را بیشتر اجازه داده شود ما مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان توانمندی سرکوب و پسراندن ها را داره ولی متاسفانه در امی هم همیشه به مماشات رفتار شده و هیچ وقت حکومت به صورت جدی برخورد نکرده دشمنان افغانستان وقتی دستگیر میشه اینا داده میشه به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به فسادی که از یک طرف وجود داره و مسائل دیگه ای وجود داره از دروازه دیگه اینا آزاد میشه اینا همگی انگیزه یک سرباز رو انگیزه یک نظامی را در واقع میکشه که ما تا حد مرگ استاد هستیم و دستگیر میکنیم دشمن را وقت دشمن در اختیار حکومت قرار میگیره و آزاد میشه اینا همگی به خاطر از است که حکومت جدی نیست پیشتر بحثی که پیشتر عرض کردم به نقل از فیسبوک خب ما امروز در زندان های افغانستان و خصوص در زندان بگرام کسایی را داریم که اینا دستش به خون افراد بیگناه آلوده است اینا از جبهه جنگ یا از عملیات های تروریستی دستگیر شده است خب امروز حداقل برای تسلی بازماندگان از امی شهدای امروز یک 20 نفر یک ده نفر اعدام میکرد از امینا این خودش این خودش یک یک که باید. در کابل اتفاق افتاد و جان بسیاری از شهروندان کشور و نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت و شماری هم زخم برداشتن و هنوز در شفاخانه هستند یک چیز را نشان و توجه به امنیتی که بیشتره که در این منطقه وجود دارد چطور طالبان و چطور گروه های تروریستی و کسانی که انتحاری و حملات انفجاری را انجام میتن به این منطقه دسترسی پیدا میکنن از نیروهای امنیتی از صده هایی که نیروهای امنیتی ایجاد کردن میگذرن و در اینجا خودشان را انتحار میسازن خب اینجا دو بحث است یک وقت بحثی است که اینمی شخصی که مجهز میشه به تجهیزات انتحاری یا با موتر چی میه آیا ای از بیرونی کابل میه یا از داخل میه یک بحث همی است که حتی در در متن شهر کابل همی چیزا هماهنگ میشه ما شما چند بار از در های عام اظهار شد استاد سیاف چند بار مطرح کرد که در خود وزیر اکبر خان چی است خب اینا یک گپ شعاری نیسته به خاطری که یک گپ خوردم نیسته و کسی اگر سند نداشته باشه اگر دلیل نداشته باشه گپ گفتن آسان نیست به این اساس که چرا بحثی است که خب. که دارن در پیشان و اسنادی که دارن را افشا نمی‌سازن خب او بحث جداست دیگه وقتی از اون میگه چرا افشا نمی‌سازیم میگه بیا از ما بخوای ما سند میدیم بحثی است که بحثی ستونی پنجمی که در داخل حکومت مطرح هست این بحث بحث جدی هست ما امروز کسان را داریم که در ساختار قدرت شریک هستند و اینا به نحوی برای دشمن زمین سازی می کند شما بعد از مرگ اعلان مرگ لومر دیدین که در کابل مراسم فاتحه برگزار شد اگر چند روز یک عکس عمل دیدن تو می دیدن که چقدر حسینی ها و مساجد کابل فاتحه مولا عمر می قوت جانب حکومت یک اکسان عمل شد در ما اوائل دیگه انا دست خود گرفتن این است که امروز ستون پنجوم بسیار فعال است در داخل چی به می خاطر هم حکومت اگر این ستون پنجوم هم می متاسفانه در برابرش صورت جدی استاد نمی و شاید برای چک مقدار هزه نبر باشد بحث ما پشتری بود که حکومت هم در مسائل داخلی متاسفانه ضعیف عمل کرده و هم در پالیسی های خارجی ضعیف بوده در اجلاس چهار جانبه اولین اجلاسی که صورت گرفت در اسلام آباد بیانیه ای که دادن ما در این در همین گیر در همین تلویزیون ما گفتم که سال که نیکوس از بهارش پیداست در این اجلاس اول حداقل باید افغانستان از از از, از پاکستان این تعهد میگرفت که ما این نشازها را ادامه میدیم اما اگر شرط اولش این است که حکومت پاکستان دست از حمایت گروه های تروریستی برداره حکومت پاکستان محدودیت ایجاد بکنه برای کسانی که در داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه برای عملیات های تخریبی در افغانستان ما همینجا گفتم که این اجلاس و این نشست ها اونطور که از بیانیه فعلی پیدا هست فکر نکنیم نتیجه بده به اساس ما ارزمی است که حکومت متاسفانه در پالیسی های کلان و در تعاملات خارجی و منطقه‌ای و المللی همه میشه ضعیف عمل کرده این بحث رو پس از این برنامه دنبال کرد. درود مجدد همچنان بیننده آخری خط به گونه زنده از نور هستید آقای صالحی وقت رهبران حکومت وحدت ملی در برابر حمله حملات انتحاری و انفجاری و حملات دیگری طالبان واکنش نشان میتن خشم مردم افغانستان برانگیخته می شود حمله امروز قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری در برابر حمله طالبان این بودد واکنشان که ما این حمله را محکوم میکنیم و این شکست طالبان در برابر نیروهای امنیتی است واقعا این شکست است در برابر نیروهای امنیتی و در برابر حکومت افغانستان اگر شکست است پیروزی میدان کی هست؟ ببینیم قبل از اینکه ما قضاوت بکنیم کی در این جنگ پیروز است و هنوز هیچ معلوم نیست جنگ جریان داره و نسبت به گذشته مخالفین مسئله دولت متاسفانه قوی شدن و حمایت بیشتر پیدا کردن و ای که رهبران حکومت میاین و عکس عمل نشان میتن در یک مرحله بسیار در شرایط حاد و اساسی که تعداد کشته شدن تعداد مجروح شدن و مردم شوکه شده از وضعی که پیش آمده خب باید به صورت تند و احساساتی واکنش هم نشان داده شود از طرف رهبری حکومت تا یک مقدار آب روی زخم مردم یا آتش خشمی که پیش مردم به وجود آمده ریخته شود این طبیعی است اما ای که ایران ما حکم به زوف مخالفین دولت افغانستان در جبهات جنگ بکنیم به نظر من یک مقدار مسئله منطقی به نظر نمی رسه به خاطر که ای یک تکتیک یک نوع از جنگ از جریانای افراطی و تندرو و نظیر طالبان است که اینا رو بیجات میکنن با این شیوه ها در بین مردم تا ذهنیت مردم نسبت به کارکرد حکومت تغییر بکنه و از جهت هم مردم با فشاری که روی حکومت وارد میکنن ذهن حکومت از جبهات جنگ به داخل پایتخت بر بگردانه و یک مقدار حکومت درگیر بکنه یک مسئله را فراموش نکنیم که ما در رهبران حکومت وحدت ملی یا رهبران حکومت قبلی افغانستان هم روحیه ضد طالبانی و ضد پاکستانی را داشتیم و این ذهنیت را متاسفانه به صورت نهادینه و ثابت به شکلی که فکر بکنیم همیشه ای روحیه پیش از اینا وجود داره نداشتیم در حکومت وحدت ملی وقتیم نشستهای چهارجانبه را می داشتیم سیاسی وزارت خارجه یک حرفهای میزد که فکر میکردیم بر مردم افغانستان میخواه بگویه که شما نمیدانین که پاکستان چقدر دوست مردم افغانستان است و هر روز پاکستان شما یعنی موضع ثابت یا گیری ثابت واضح و روشن متاسفانه پیش رهبران حکومت نه در گذشته وجود داشته و نه در حال حاضر یک مسئله و دومی که فرض کنیم که اینا بسیار قاطع عمل بکنن در برابر طالب به نظر شما چیکار انجام داده میتونن غیر این کاری را فعلا میکنن شما دو هزار چند کیلومتر مرز دارین با یک کشور مرزی که باز است ولی وقت که که در افغانستان میان حالت گرفتن اتون 11 اومش میاد پاسگاه و پاسگاه های تلاشی در افغانستان در در شهر کابل میگذرن و خودشان را در خان به نقطه میرسانند که بسیار به لحاظ امنیتی مهم است و مورد قطعا مورد توجه نیروهای امنیتی هم قرار داره چرا حکومت افغانستان قط توانایی نداره که واقعا اون را شناسایی کنه حکومت افغانستان توانایی ایده داره که تا یک حد جلوگیری بکنه از چنین حملات ما در طی ده روز پانزده روز گذشته یا یک ماه یک نیم ماه گذشته چندین حادثه ای را که باید اتفاق میافتاد و جلوگیری شد و دستگیر شد از آدرس اداره امنیت ملی افغانستان خوب از طریق رسانه های مجازی هم دیدیم از طریق رسانه های دیداری و شنیداری هم اما در کشور مثل افغانستان که گفتم با او حد و اندازه مرز باز و حکومتی که قبلا یا دولتی که یا کشوری که قبلا وکیل سه بستون پنجم و از نیروهای یاد کردن که در داخل نظام علیه نظام فعالیت میکنن این یک مقدار آقلانه نیست که ما بگوییم تمام این حملات یا اقدام به چنین حملات از طرف دولت افغانستان در نطفه خنسا شود چنین چیزهای اتفاق میفته در اروپا هم اتفاق افتاده در امریکا هم اتفاق افتاده در کشورهای همسایه ما هم اتفاق افتاده در افغانستان با توجه به چالش های مومی که گفتم باید بیشتر اتفاق بفته که حالا یک مقدار دولت در بعض موارد دیده میشه که توانایی جلوگیری کردن داره اما یک خدمت شما عرض بکنم که نه تنها در عرصه سخت افزاری و نظامی و جنگ و پرخاش دولت ما متاسفانه مشکل داره که مشکل اساسی تر به نظر ما در او بود نرم افزاری و فرهنگی و مشروعیت نظام شما ببینین یک حکومت اول خمیه با واسطه دو رهبر با واسطه دو رهبر رهبری میشه و بعد حکومتی که پای مشروعیتش از نظر سیاسی و از نظر حقوقی و قانونی در داخل میلنگه یک آدم دیگه از او دورهای دور میایه دو رهبر کشور را استاد میکنه یکجا و بر مردم میگه که شما بخواین نخواین ای دو آدم یا حکومت ده که اینا رهبری میکنن تا پنج سال دیگه تا سه سال دیگه که پنج سال خودش تکمیل بکنه هست شما خوش هستین یا خف هستین در چنین یک حالتی، شما شهروان شهروند افغانستان، من منحیث یک شهروند افغانستان، طالب هم نیستیم، دایش هم نیستیم، القاعده هم نیستیم، امی حس ما، حس ما، امی بر ما چه میگه که ما در چگونه یک نظام یک حکومتی زندگی میکنیم؟ و این رهبرای حکومت وحدت ملی خوشحال هستن که حکومت ما به سه سال دیگه تمدید شده ای ای که بیاین اینا به مردم افغانستان تمدید شدن سه ساله حکومتشان را از نظر قانون افغانستان از نظر حقوق از نظر نیاز جامعه افغانی توجیه بکنن و خوشم هم هستن و یک مقدار حالا دوام کار حکومتی وحدت ملی به اینکه بله هاذ حقوقی این حکومت جایگاه حقوقی و قانون ندارد این خودش میتونه به یک نقطه شرم برای رهبران حکومت باشد اما گذشته از این که این مساله را رهبران حکومت نمیپذیرند در اضافه بر آن بالای مردم افغانستان ظلم روا دیده میشه اما بی توجه حکومت قطعا قابل دید است فکر میکنید در چنین حالتی این حکومت واقعا داره به چی سمت و سوی در حرکت است ببینین حکومت افغانستان او بخشی که مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان میشن هرچند در مدیریت کلان از اونها مشکلات وجود داره خب سرپرستی وزارت دفاع ریاست امنیت ملی یا عدم تجربه کافی رهبران حکومت وحدت ملی در مسئله جنگ و درگیری با گروه های مخالف ای یک مشکل است اما مشکل اساسی مشکل اساسی به نظر ما که مردم را از نظام و حکومت دور میکنه یکی مشکل اینمی عدم توجه مشروعیت نظام برای پنج سال هست که دولت افغانستان نسبت به این مسئله به توجه است بس مشروعیت بساجدی است از طرف دیگه فسادی که خیشخوریه که رابطه سالاریه که به که به خدا شما وقتی میرین که برای یک پوست پست یا پوزیشن بست سه یا بست دو در یک اداره صد نفر جوان تحصیل کرده با درجه ماستری و بالاتر از افغانستان آمد اشتراک کرده اما ای اداره بیرحم ای اداره بیرحم به بی انصاف او پوزیشن اعلان کرده به خاطر بچه کاکای وزیر یا به خاطر بچه مامای وزیر و 99 آدم با عزت و با آبروی دیگر اونجا سرگردان ساخته صرف تا به این رسالت مردان و شهروندان مسئول پذیر افغانستان چی است شهروندانی که آگاهی دارند و نه مسئولیت دارند شهروندی که مسئولیت داره در چنین یک حالت مسئولیت بیشتر است که در برابر از این نظام استاد شود در برابر به چنین به عدالتی استاد شود و در برابر چنین به انصافی نه بگوید این مسئولیتش است چون کل کشور در معرض خطر است مداخله خارجی بسیار بیرحمان است سیاست کشورهای منطقه در قبال افغانستان و مردم افغانستان بسیار بیرحمانه اعمال میشه اگر شهروند مسئولی کشور بخیزه و در برابر حکومت و وحدت ملی استاد شود که شما پایین شوین شما برای مردم افغانستان بدرد بخور نیستین کل این کشور کلی جغرافی ها و کلی مردم متاسفانه غرق میشن به او خاطر است که شهروند مسئول به شکل مماشات میکنند و به نحوی در هستند این وضعیت از ناچاری روی مردم افغانستان تحمیل است و این مردم شما وقتی که میخواین مهاجرت بکنین غرق میشین وقتی میخواین که در برابر دولت تان استاد شوین طالب القاعده میای از بین میبرنتون به اون نسبت شما چهار باید زیستن نه باید زیستن و اینمی وضعیت را با تمام تلخیش تحمل کردن تا اگر تا اگر این رهبران و این سیاسیون به شکل از اشکال اصلاح شوند و در خط منافع ملی حرکت بکنند و در خط عدالت پسندی حرکت بکنند که جامعه و کشور از این وضعیت سپاس آقای اخلاقی با توجه به مشکلات و میزان مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد از هر جهتی شهروندان افغانستان مجبورند این وضعیت را تحمل بکنند چون چاره جز این ندارن در صورتی که اگر خیزش های مردمی در برابر حکومت صورت بگیرد دست دخالت کشورهای منطقه و جهان وضعیت را بهتر از این میکنه فکر میکنید جز این چاره ای نیست که شهروندان افغانستان در پیش بگیرن؟ خب البته خود اظهار نظرها و انتقادهایی که از طرف شهروندانی که یک تحلیل از وضعیت داره صورت میگیره خود از تا حدی میتونه تأثیر گذار باشد اما متاسفانه امروز حکومت ما و شما یک حکومتی کر <applause> و لال است که اصلا نمیشنه و در ارتباطی با آزمی محسی مسئله انتخابات چقدر محافل از طرف جامعه مدنی احزاب شخصیت ها گرفته شده و بار خواسته شده است از طرف پارلمان امی ابراز شده است و خواسته شده است که باید به موقعش برگزار شود. اما حکومت هیچ جوابی نداره به می اساس شما اگه امروز یک نظرسنجی داشته باشند شهروندان افغانستان نسبت به عمل کرده حکومت افغانستان شما میبینید که شاید 80 فیصد 90 مردم از این وضعیت ناراض هست از کارکرد حکومت ناراض است خود از این نشان از عزیز که حکومت کارکرد مثبت ارائه نتونسته چیزی که جناب صالح زیب اشاره کردن این وضعیتی که در حکومت وجود داره و از جمله همین فسادی که در حکومت وجود داره فساد اداری که متاسفانه استوانه های حکومت لرزان کده و از درون پوسیده اینمی خودش نارضایتی مردم به وجود آورده یکی از زمینه هایی که امروز از این زمینه ها دشمنان سوی استفاده میکنه و میتونه که بسیار براحتی و مهداف خود برسه این نارضایتی مردم است اگر در یک قریه و در یک دهکده یک تا شهروندان زندگی میکنه میفهمه که یک نفر مخالف حکومت است اما به خاطر نارضایتی که از حکومت داره با حکومت هم کاری نمیکنه اگر حکو، اگر حکومت حکومتی باشه که مردم طرفدار از حکومت باشه مردم حداقل 80 5 75 از حکومت راضی باشه انمی مردم با از حکومت همکاری میکنه انمی مردم وقتی میبینه که در اینجا یک مخالف حکومت یک کسی که میخواه یک عمل تروریستی انجام بده در اینجا وارد شده فورا با حکومت همکاری میکنه یا خودشون جلو حضور میگیره یا با حکومت خبر میده اما چنین همکاری های امروزش هیچ دیده نمیشه از طرف مردم یکی از دلایل عمدهش است نارضایتی مردم است نارضایتی مردم ناشی از کجاست ناشی از این فسادی که در حکومت وجود داره ناشی از ناهمخوانی یک در حکومت وجود داره ناشی از در واقع قدرت طلبی و سرات طلبی که کسان زمامداران سیاسی ما و شما و ناشی از از فقر و مشکل و است بخشی از باورها در مورد طالبان و در مورد تشدید حملات طالبان در افغانستان و اینکه این بود که حکومت افغانستان همیشه از موضع ضعف با طالبان وارد بحث شده و اینکه دو دستگی و چند دیدگاهی در میان رهبران حکومت افغانستان در خصوص طالبان که تعریف مشخص از طالبان وجود نداره اما حالا در حمله امروزی که در کابل صورت گرفت و جان بسیاری از افغانستان را متاسفانه گرفت دیده میشود که بنوی همسویی میان ریاست اجرایی افغانستان و هر ریاست جمهوری وجود داره ریاست اجرایی اعلام کرده که با طالبان نمیشه و گفتگو کرد و باید این طالبان به شدت سرکوب شوند و از طرف هم رئیس جمهور غنی گفته نشست های که به منظور گفتگوهای های برگزار شده بود مورد تحریم قرار گرفته و باید دولت افغانستان از موضوع نظامی با طالبان برخورد کنه فکر میکنید این موضع گیری دولت افغانستان در برابر طالبان چقدر کمک میکنه تا پیشروی داشته باشند نیروهای امنیتی افغانستان و عقب رفت داشته باشند طالبان خب در یک حادثه اتفاق میفته و یه حادثه را محکوم میکنه از دفتر ریاست اجرایی و هم از دفتر ریاست جمهوری بیانیه صادر میشه در این جای شک نیست که وحدت نظر وجود داره همه محکوم میکنه ولی مهم این است که در عمل چقدر وحدت نظر وجود داره اینمی چیزی که در شعار داده میشه در عمل بیاین در واقعی پیاده بکنن ما بارها و بارهای باره ریاده شدیم که دو طرف منازعه وقتی در پای میز مذاکره منشینند که هر دو طرف احساس بکنه که ما جز این که هزینه میدیم جز این که در واقع متضرر میشیم هیچ نفع نمیبرم فقط در این صورت است که هر دو طرف منازعه و آماده میشه که ما دیگه بیشتر از این نباید استهلاک شویم و باید وارد مذاکره شویم اما در شرایط فعلی در افغانستان قضیه اینطوری نیست این حکومت افغانستان است که هر روز هزینه میده حکومت افغانستان است که هر روز استهلاک میشه متضرر میشه اما از جانب طالبان از جانب مخالفین هر روز اینا در واقع اما تبلیغاتش بیشتر میشه هر روز اینا یک گلوسوالی سقط میده یک عمله انتحاری می میکنه و یک امتیاز بیشتر میگره به می اساس است که ما میگم که حکومت افغانستان اگر میخوای با یک صلح و با یک ثبات برسیم حکومت افغانستان اگر میخوای ما به نقطه برسیم که دشمن حاضر شه که در پای میز مذاکره بشینه ای در صورت فراهم میشه که بیا سرکوب بکنه هنوز متاسفانه در حکومت وحدت ملی و در زمامداران و کسانی که در رأس نهادهای امنیتی هستند و تصمیم گیرنده اصلی هستند این انگیزه سرکوب کردن دشمن به صورت جدی وجود نداشته به همین لحاظ است که گفتگوهای سول ایجاد پاسخ مثبت به حملات طالبان حملات را که آغاز کرده بودند دولت افغانستان به نوی واکنش نشان داده که در خندوز در بغلان جوزجان و بدخشان در جاهایی که طالبان حملاتشان آغاز کرده بودند شکست خوردند فکر میکنید این حملات طالبان به نو شکست عملیات طالبان بر جاهای از افغانستان نشان دهید این است که واقعا طالبان توانایی نبرد روی روی با ق... نیروهای امنیتی افغانستان ق... را ندارند قطعاً اگر نیروهای امنیتی برش انگیزه داده شود و برش اجازه داده شود و امکانات موجود در اختیار از قرار بگیرد چنین توان را در طالبا دشمنان دیده نمیشه اما چنین چیزی نیست متاسفانه ما با... گفتم که هنوز هنوز که هنوز است در،, در شعار جناب رئیس جمهور یا یا رئیس اجراییه در شعار میه که ما با, با طالب دیگه نمینشینیم اینا خلاصه دشمن قسم خورده هستند ما با اینا میجنگیم اما در عمل چنین چیز رو نشان نمیده همین روز شما نگاه کنید در در ولایت غزنی در چندین ولسوالی جنگ ادامه داره همین رقم در ساحات دیگر در قندوز در جاهای دیگه وقتی اینا مایوس میشه و مجبور میشه که بیاد پای میز مذاکره بشینه که حکومت تصمیم و اراده بر سرکوب کردن از داشته باشه حکومت وقتی یک کس را از سنگری جنگ دستگیر میکنه و کسی را دستگیر میکنه که این خون ناحق ریخته و چند تا شهروندی بیگناه را از بین برده او را در جام از بین ببره به جای از اینکه بیاره یک چند مدت مهمان باشه بعدا اجازه بده من خاطر است که حکومت اگر به صورت جدی همچنان که فعلا گفته و فعلا هم از اظهارات هر دو رهبر شین برداشت میشه که اینا فعلا به نقطه ای رسیدن که دیگر معیوس شدن از طالبان و یک اراده و یک تصمیم جدی اگر در امر سرکوب دشمنان اینا در پیش بگیرند در این صورت ما شاید بتونیم که برای آوردن صلح و سبا در افغانستان هم یک امیدواری خلق شود. امیدوارم آقای صالحی و اینونی آخرین پرسش چندی پیش مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان همچنان رئیس جمهور بر نیاد دستور داده بود که باید آمادگی بگیرم برای اشتراک در نشستی وارسا. و قرار است در این نشست دولت افغانستان یک سری گزارش های را به متحدین افغانستان بده اینکه تا اینها به افغانستان کمکشان را دوام بدن فکر میکنید آنچه که به عنوان گزارش دولت افغانستان که در نشست وارشا در ماه جولای برگزار خواهد شد میبرد چی هست با توجه به حملاتی که اخیرا طالبان دارند در افغانستان و آنچه که دولت افغانستان از خود توانایی نشان داده ببینین اول بحث شکست طالبان و بحث نابودی طالبان دو بحث جدا هست هم میتونن باشن وقتی ما از شکست صحبت میکنیم خب یک گروه حمله میکنه وقتی که حملهش دفع شد میره به مواضع اصلیش در اقدام کرده شکست خورده اما وجود داره در آغاز بحث طالبان برای افغانستان یک بحثی بود که طالبها ها باید از بین برده شوند نابود شوند دیگه جریان و گروه نظامی زیر نام طالب وجود نداشته باشه حالا قضیه به جای رسیده که طالب حمله میکنه در نظامی اگر اصلا میگن که بهترین دفاع حمله است حمله که نتیجه نداد شما پس میرین در موضع تان وقتی که اگر حمله نتیجه داد او کسی که در دفاع نشسته دفاعی باید عقب بکنند بکنه دیگر جای اصلی خودش حالا فکر میکنید که یعنی 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 افغانستان توجه جای با بله. تهاجمی هست. با توجه به همه اینها بازم در نظامی و جنگ بر مخالفین دولت افغانستان حرف برای گفتن داره به نظر ما هم در وارسا هم در بروکسل به خاطر گرفتن کمک به خاطر پیدا کردن حمایت بیشتر برای افغانستان اما در سایر عرصه ها و زمین ها متاسفانه ما هیچ پیشرفتی نداشتیم در مسئله اقتصاد در مسئله اشتغال در مسئله ای که رضایت مردم در مسئله ای که اصلاح اداری به و فساد اداری کاملا کاملا ناکام بوده هرچند حالا دولت افغانستان یک سری نمایش های بازی میکنه او هم خاطر عزیز که به نحو نشان بته به خارجی ها که در صدد ازی است که حالی شما به طور مثال وقتی به صورت بسیار نمونه امین اصلاح نظام انتخاباتی را که کار اولی حکومت وحدت ملی بعد از تحلیف بوده امی به رسیده را ملاک نظر خودتان قرار بتین میبینین که باز هم سپاس. با توجه به شکست ریخت که وجود داشته غیر از بحث نظامی و جنگ هیچ دستاورد دولت افغانستان از حضور میمانان گرامی آقایان محمد علی اخلاقی از مجلس نمایندگان و برنا صالحی کارشناس مسائل سیاسی و سپاسگزارم از شما بیننده گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید شبتان خوش خدا نگهدارتان